سلام، از جای جدید نیلوفرم. امروز میخوایم با هم دیگه این عکس رو یاد بگیریم که چجوری توی فتوشاپ درستش کنیم. یه چیزی شبیه مثلا این کاورای بازی GTA و ایناست، به نظرم خیلی کول و باحال اومد. بعد ببینیم که چطوری میتونیم کنیم. عکس رو باز میکنیم. حالا ما میخوایم یه روش جدید سلکت کردن اینجا یاد بگیریم، اونم با ابزار پن هستش. پن رو میزنیم یا پی رو. این بالا فقط حتما حواستون باشه که روی پث باشه. آلتو میگیریم، اسکرول ماوس من پایین. خب احتیاج نداره که خیلی دقیق باشه، من مثلا یه تیکر میخوام پاکش کنم. نمیخوام. ما اینجاها رو میگیریم. تهش رو هم میبندیم که یه نپت کاملی باشه. من اینو انقدرش رو بیشتر نگرفت. میریم تو اینجا، تو این قسمت پت. خب ما یه چیزی رو کشتیم. اگر این اینجا نبود میتونیم بریم تو ویندو، اینجا پت رو بزنیم و این میاد اینجا. خب اول از همه اینو روش دبل کلیک میکنیم، اسمش رو میذاریم سابجکت مثلا. حالا روی همین لایه سابجکتی که توی اینجا داریم کلیک راست میکنیم، میک سلکشن رو میزنیم و نیو سلکشن، همه اینا ردیفه. خب حالا الان میبینیم که کل این تیکه رو اومده برای ما سلکتش کرده. حالا روی این که ماسک کلیک میکنیم و ما الان فقط خود این رو داره. الان اینجا اگه نگاه کنید یه چیزی آنه مانیتور بود. خب حالا ما میخواییم که اون بکگراندمون رو هم بهش اضافه کنیم. من اینجا یه نکس بکگراندی دارم، کلیک راست میکنم، اوپن دی فوتوشاپ رو میزنم، اسمش رو میذارم بک باه نوشتم، کلیک راست میکنم، دوپلیکیتش میکنم توی سابجکتم و اوکی رنگاشو یکی بکن. اینو هم سیو نمیکنم و اینو میارم میدازم اول از همه زیر این. خب ما میریم توی لایه این، رو خود سابجکتمون هم میزنیم، میریم توی قسمت فیلتر و کانورت تو سمارت فیلتر میکنیم. برای چی؟ برای اینکه الان ما میخوایم روی این فیلتر بندازیم، ولی میخوایم که حتما بتونیم که هی فیلترها رو ادیت بکنیم. یعنی اگر مثلا یه رفتیم یه ذره جلوتر دیدیم که دو مرحله قبلو اگر مثلا یه ذره بیشتر یه کارشو میکردیم یا کمتر میکردیم بهتر میشد، بتونیم که برگردیم این کار انجام بدیم و ادیت بده باشه. واسه همین این رو میزنیم. خب این هم الان تبدیل شد به سمارت آبجکت. اسمش رو عوض میکنیم، میذاریم اسمش رو سابجکت، یعنی کپی ازش میگیریم، دوپلیکیت میکنیم اسم سابجکت. کپی خوبه. خب اون یکی رو خاموش میکنیم. همیشه یه نظر اصل داستان رو بهتر که نگه داریم واسه اینکه یه موقعی به کار میاد. البته اینجا خب بعدا میخوایم رو اون کار بکنیم، یعنی واسه این میخوایم، ولی همیشه نگه داریم خیلی بهتر. خب حالا رو این جایده میتونیم اصلا اسمش هم بذاریم سابجکت فیلتر، چون که میخوایم روی این یه عالمه فیلتر بیاریم و اینا.
روی سابجکت فیلتر میزنیم، میریم چه فیلتر، بلر، سرفس بلر. خب ما که اینجا رو مثلا میبینید که چه شکلی شده، گرز اینجور میشه زوم کرد. این نگه که میداری روش حالت قبلی رو نشون میده، ولکه میکنی حالت جدید رو نشون میده. خب اینو ما میخوایم یه رزه زیادش کنیم، قراره کارتونی باشه دیگه، درسته؟ threshold میاد چیکار میکنه؟ میاد بزن یه ریزه شاید بیشتر اگه زوم کنیم بهتر میبینیم. نکنین خطا رو، مثلا همه خطا رو عبه میبره، همه اجا رو عملا دستکاری میکنه عبه میبره. مثلا اگر ما بذاریم اینجا، به نظرم چیز خوبیه یه ریزه نزدیک شد. اینو شاید یه ریزه کمش کنم، مثلا فعلا خوبه فکر میکنم. خب این اوکی میکنیم، میریم توی ایمیج، توی ادجاستمنت، شادوز اند هایلایتس. البته اینو میتونستیم این بالا هم بیاریم. اول از همه که خب حواسمون هست که این پریویوش روشن باشه که ما بتونیم اینجا رو ببینیم. حالا ما میخوایم الان تصویرمون رو یه ذره فلت کنیم. فلت کنیم یعنی چی؟ یعنی اینجوری میشه اینجا ببینیم. نکنیم هرچی شادو رو کم میکنیم انگار عمق میده به تصویرمون. ما خیلی الان این عمق رو نمیخوایم، پنی ارزی زیاد میکنیم. حالا هایلایت داره دقیقا دور رو برعکس اون کار میکنه. زمینم فکر کنم اگه کم باشه اینجوری شبیه ارزی بهتر باشه. اینم اوکی میکنیم، میریم توی فیلتر، میریم توی شارپن، میریم توی آنشارپن. خب بزنیم بیایم مثلا شاید روی صورت باز بهتر من میشه یه روز بزرگتر. این بعد خب تکون میدیم، هی ببینیم که چه تغییر میکنیم. میبینی رادیوس رو که زیاد میکنی اصلا بیشتر تصویر به تصویر واقعی انگار نزدیکتر میشه، که خب این چیزی نیست که ما بخوام. اینو مثلا میذاریمش روی همین فیلم کنم 100 شاید اوکی باشه واسهش. بزنیم یه روز بیشتر زوم کنیم شاید بهتر ببینید تغییرات رو. میبینی این رو میذارم رو همون ساعت. شوش هولد رو هم میبینید الان این صفرشه، این اینجاست. این رو هم یه چیزی همین وسط ها میذاریم، مثلا شاید 70 میرسه بیشتر 80، که خب ما خیلی ایجی نمیخواییم دیگه اینجا. اینو یه روزه کم میکنیم. اوکی حالا میخواییم همچی یه روزه اینو همه چی رو نرم بکنیم. اینو میریم تو فیلتر، استایلایز، تو دیفیوز. اول از همه که این رو میزنیم که نکنید فرقش رو. این وقتی این گزینه رو میزنیم خیلی انگار همه چیو نرم میکنه، همه چیو صاف میکنه و خیلی بیشتر به اون حالت کارتونی آبرنگی که ما میخوایم مثلا نزدیکتر میشه. این هم اوکی میکنیم. حالا ما میتونیم همه ی این فیلترهایی که انجام میدیم و هی دوباره روش بیاریم. این هی باعث میشه که اون انگار دو برابر تاثیر خوش روش میذاره و هی مثلا الان همین دیفیوز رو هی نرمتر و نرمتر میشه تصویرم. وقتی رو فیلتر میزنی اون بالا آخرین کاری که قبلا کردی رو میاره، واسه همین دوباره نمیخواد که بری توی اینو انتخاب بکنی اگه میخوای دوباره یک کار رو انجام بدی. اینو میزنیم و نظرم اوکیه، خیلی بیشتر از این احتیاجی نه. خب حالا میریم توی فیلتر، دوباره توی همین استایلز میریم تو اویل پینت. خب اینجا باید با این عددا بازی کنیم که ببینیم که چی رو بیشتر از همه میخوایم.
الان این اگه زیاد بشه از من خیلی خوب نمیشه. میذارمش مثلا رو 2 از کمتر. نه 5. نه حالا اینو فعلا میذاریم رو 5. اینو اگر زیاد و کم کنیم میبینیم چه اتفاقی میافته دیگه. انگار هی محو و محوتر میشه، دیتیلا هی کمتر و کمتر میشه و خب ما دقیقا دیتیل خیلی کم میخوایم. نمرو 6 میذارم اسکیلش. این کاملا داره به هم میریزه تصویر رو. پریویوشو میزنیم که اصلا اینجا بزرگ شده. پس من از اسکیل رو هم کم میکنم. اوکی. فعلا به نظر من این واسهش خوبه. حالا از اینو بغلشو میزنیم که اینو ببنده که خیلی شلوغ نباشه اینجا رو بتونیم ببینیم. حالا از این دوباره یعنی دوپلیکیت میکنیم. اسمشو میذاریم سابجکت کات اوت. الان میگم که چجوریه این و اصلا برای چیه. بریم تو فیلتر این دفعه وقتی روی سابجکت کات اوت. اینو حواسمون هست دیگه که لایه درست انتخاب میکنیم. بریم تو فیلتر. بریم تو فیلتر گالری. میریم کات اوت رو پیدا میکنیم. تو آرتیستی که کات اوت رو میزنیم. این الان خیلی اصلا عوض کردم چون خب ما اینو دوست نداریم. لولمون میخوایم که بیشتر باشه. این لول چیه؟ چون فکر مثلا میشه گفت به تعداد دسته رنگی که این میاد اینو تقسیم میکنه عکستون رو. ما اینقدر کم واقعا نمیخوایم. نظرم هرچی بیشتر بهتر. اینکه ساده سازی بکنه تمام خط و خطوط و مرز بین تمام این چیزای رنگی رو با این میتونیم کم و زیاد بکنیم که شاید نه من خیلی زیاده، من اینو دوست دارم صفر. و اینکه حالا مثلا زوم کنیم شاید بشه دید. اینکه همه این مرزا حالا چقدر صاف و صوف باشن یا چقدر شارپ باشن و اینها. خب نظرم یه ریزه این رنگش مشکل داره. مثلا میریم تو ایمیج، میریم توی adjustment، میریم توی brightness and contrast. این بر خب یه ریزه روشن یا تیره یه ریزه تیرهش میکنم. contrastشو هم یه ریزه میبرم بالا. نورشو هم یه ریزه زیاد میکنم. نورشو بیشتر نه به نظرم این خوبه. حالا یادمونم هست که همه اینا رو همیشه میتونیم بریم روش و عوضش بکنیم. این خیلی خوبه و چون که ما اینو سمارت آبجکت کرده بودیم الان میتونیم کار بکنیم. من جاره این نگاه میکنم چون که یه سری چیزا رو اینجا نوشتم که یادم نره واسه همین. حالا ما میایم اینو من ببندم که بتونم ببینم. ببین اگه اوپاسیتی اینو من یه ریزه کم کنم عکس زیریمون که اون در حقیقت خود اینه که فقط یه سری فیلتر بلر و اینا روش اومده بهتر دیده میشه، ولی در کنارش
یه ریزه همین نظرم 45 خوب بود. حالا بعدم باز میشه کم و زیادش کرد. این اوکی. من روی این لایه کات اوت یه دونه فیلتر آن شارپ مسکم اگر بذارم باشه اینجا، من سعی میکنم اینجا رو نگاه بکنم نه اینجا رو، چون این اون اصلشه. ما خب اینجا و پسیتی رو نصف کردیم دیگه، یه چیز دیگه این چون ببینیم سهمیم. اوکی اینجا هم اینو اوکی. خب حالا ما میریم روی این سابجکت اولی همون روشنش میکنیم. اینجا یعنی لایه جدیدی باز میکنیم، اسمشو میذاریم مثلا استروک. میخواییم چکار کنیم؟ میخواییم خط بندازیم دور همین عکس. این لایه رو انتخاب میکنیم، میریم رو ادیت، میذاریم رو استروک، میذاریم این برتر، رنگش رو میکنیم مشکی و سنتر انتخاب میکنیم. مثلا میگیم 10 تا، یه ریز زوم میکنیم، میتونه یه ریز بیشتر باشه، یعنی شاید 15 تا بتونه باشه. کنترل زی رو من میزنم، دوباره میرم تو ادیت استروک، میرسم 15. آها لوکیشنش رو میذاریم سنتر. این قضیه منظورش از لوکیشن چیه؟ ما الان یه چیزی رو انتخاب کردیم، این اون خط مرزیه که انتخاب شده دوره این عکسه. وقتی ما بزنیم سنتر مثلا 15 پیکسل از سنتر، یعنی 7.5 پیکسل میاد این برش، 7.5 پیکسل میاد اون برش. ولی اگر مثلا اینساید رو بزنیم، یعنی کل اون 15 تا رو میاد داخل این، یعنی به سمت خود عکسمون میاره میذاره. آوتساید هم باز همینطور میاد 15 تا پیکسل رو به سمت بیرونش میذاره. ما چون که دلمون نمیخواد که این خیلی لبه ای عکسمون معلوم بشه یا این کثیفیاش، که ما خیلی راحت و خیلی بدون دقت میشه گفت که اینو سلکتش کردیم دیگه، اگه بخوایم اون خیلی چیز نشه بخوایم سنتر رو میذاریم، یه شمسه هم میکنیم 20. اوکی میزنیم و کنترل دی این میارتش بیرون. این الان این شکلی انتخاب کرد. حالا اگه اینو بیاریم بالا میبینیم، هی میتونیم لایش رو هم حالا جا به جا کنیم و هر کدومی که به نظرمون بهتره بذاریمش، یعنی هر جایی که بهتره بذاریمش. ما میتونیم رنگ این خط دوره رو هم عوض کنیم، یعنی مثلا من الان اگر دلم بخواد که این قرمز باشه میتونم چیکار کنم؟ میام روی همین این لایه استروکی که هستم اینو میزنم، میرم روی سالید کالر، رنگ قرمزی که میخوامو انتخاب میکنم، آلتو میگیرم. آلتو که میگیرم وقتی میام بین دوتا لایه یعنی همچه علامتی داره نشون میده. الان من بین این لایه سالید کالرم و لایه استروکم آلتو نگه میدارم، اینو میزنم، این میاد انگار اینجوری ماسک میکنه اینا رو هم دیگه و این اینجوری قرمز میشه. حالا هر موقع بخوایم روی این دبل کلیک میکنیم و رنگش رو عوض میکنیم. نه فعلا هم قرمزه باشه، یه زیرالی شاید بخوام تیره ترش کنم اینجور به نظر میاد. خب حالا
اینم که انجام شد، میریم روی بک‌گراندمون. میریم روی بک‌گراندمون، میریم توی فیلتر استایلایز اویل پینت. خب ببین، ما خیلی دیتیل توی اون پشتیه نمیخوایم واقعا، درسته؟ میخوام که کم باشه. اینو اوکی میکنم. حالا میخوام یه ریزه انگار دیتیلاش کمتر باشه. یه کاری کردیم واسه این، میریم توی فیلتر، میریم توی فیلتر گالری، کات اوت میزنیم. این رو هم پریستی که سری پیش واسه عکس خودمون انتخاب کرده بودیم میمونه دیگه، درسته؟ میبینید؟ هی دیتیلامون کم و زیاد میشه. من چهارش رو بیشتر بیشتر. خب اینم اوکی میکنیم. حالا میخواییم که رنگش رو عوض بکنیم. میم اینجا این رو میزنیم و میایم توی کالر لوک اپ. خب حالا اینجا این رو عوض میکنیم، مثلا روی یه چیزی هم لیت سانست. خیلی رنگش باحاله و دقیقا میشه همون چیزی که آدم توی این پوستر ها میبینه که خیلی به نظر باحاله باشه. حالا اینا رو هم میشه بقیه چیزاشو میبینه، مثلا بزنین الان یکی دوتاشو با هم دیگه میبینیم. مونلایتشه، مثلا این هار بلوه، کریسپ وارمه، اینم باحاله. ولی واسه اون کاری که ما میخوایم به نظر من بهترینش همینه که خیلی رنگای گرمی داره و خیلی باحاله. حالا واسه خود سابجکتمون هم بذارم خود سابجکتمون همون سابجکت فیلتره، باز میتونیم واسه این هم یه دونه از این کالر لوکاپا چیز کنیم، انتخاب کنیم. این خب حالا الان این انگار روی همش اومد، درسته؟ ولی ما فقط میخواییم که روی خود سابجکتمون بیاد، روی بکگراندمون نمیخواد بیاد، در صورت که به نظر من بدم نی. ولی حالا اگر بخواییم این کار بکنیم، دوباره آلتو میگیریم، این که این علامت اومد بین دوتا لایه، اینو میزنیم و این فقط روی اعمالش میکنه اصطلاحا. حالا این رو هم یعنی همین فیلتر که الان انداختیم روی سابجکتمون رو، میرزه اوپاسیتیش رو کم میکنیم دیگه انقدرم زیاد نباشه که خیلی فرق کنه با اون پشته. حالا الان میان یه دونه اینو مثلا فکر کنیم ویو میزنم که جا به جاش کنم، کنترل تیو میگیرم که خواهم این اندازه این باشه، یه ریزه شیفتو میگیرم که اینا به هم نریزه. مثلا اندازم جاش خوبه، یه نه اینو میکشم. خب الان که اینو اینجا کشیدم، اینو میزنم، یعنی لایش رو انتخاب میکنم، میرم روی این آپشنایی که خود لایه داره. قبلا هم یه ریزه باش کار کردیم. میخوام یه ریزه اینو عوض کنم، مدلشو بذارین الان توی اوورلی فکر میکنم. حالا باز بقیهش رو هم آدم هی نگاه میکنه ببینه که چی بهتر. یکی سافت لایتشه، یکی اوورلی. به نظرم سافت لایته باحال‌تر. اینو واسهش انتخاب میکنم، اوپاسیتیشو یه ریزه کم میکنم، اینجا ریزه زیادتر میکنم. خب اینم به نظرم باحال شد.
حالا اینجا یه لایه جدیدی باز میکنم که بندازم روی همشون. تکست رو هوریزنتال انتخاب میکنیم. کپس لاک رو خاموش میکنیم. برند اینجا اینو میندازیم وسط. اندازش رو بزرگ میکنیم، نه اینقدر، 48 جد خوبه. و میریم دنبال یه نه فونتی میگنیم، چون حالا فونت خود اینو که خب ما نمیتونیم پیدا بکنیم، این اگر باشه. بعد سالید، نه اتفاقا این لاین بیشتر میخوره بهش. حالا دوباره دبل کلیک میکنم، میام اینجا فاصله بین خطا رو 16 نه 45، هشتم خیلی، 42 مثلا شاید. خب ویو میزنم، میام روش که اینو جا به جا کنم مثلا هم چیزی. حالا میتونه واقعا عکسش شاید خیلی عکس باحال تری باشه، یه ریزه اکشن تر باشه. من عکس اون مدلی خیلی با روحیاتم سازگار نیست، واسه ندارم. خلاصه که خیلی چیزای جدیدی یاد گرفتیم، امیدوارم که برین امتحان بکنید، باهاش خیلی چیزای باحالی بسازین و بفرستین واسم، خوشحال میشم. دیگه همین دیگه، اینم از ویدیوی امروز بالاخره بعد از کلی مدت. و خیلی ممنون، لایک کنید، شیر کنید اگه دوست داشتین، به دوستاتون بگین و سابسکرایب هم که حتما کردین. خیلی متشکرم، شبتون بخیر.